به نام خداوند بخشاینده و مهربان گروه طالبان جگرن زبیر محافظ پیشین ریاست جمهوری افغانستان را در بلستبال پغمان ولایت کابل شب هنگام برابر چشمان خانوادهشی به دار است و به قتل آسانده است سلام بر شما ازانی هموطن وقتتان بخیر 28 آگست هست و ششوم سنبوله برابی در گفتگو با سنترال افغانستان میگه که یک محافظ پیشین ریاست جمهوری افغانستان در ولسوالی پغمان ولایت کابل دو شب پیش مقابل چشمان خانوادهش توسط طالبا به دار آویخته شده و به قتل رسیده است این منابع از ای فرد به اسم جکرن زبیر یاد میکنه که در اصلم باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل است و این سالها به عنوان محافظ در ریاست جمهوری کار میکرده حتی در زمان حکومت آقای اشرفغنی احمد زی و پس از فرار اشرفغنی احمد زی او در خانش بوده مصروف کارهای روزمره خودش و کشاورزیشی اما دو شب پیش چهارم سنبوله 1402 هجری شمسی شب هنگام شمار از اعضای طالبا که به قول منابع قندهاری و هیلمندی بوده بیشتر در خانهشان می و این آدم میگیرن و خانوادهش مقاومت میکنه و سر صدا میکنه تمام اعضای خانوادهش رو بسته میکنه این آدم بیرون میکنه و حدود یک صد متر دو صد متر دورتر از دیگر دم و دان دروازه خانه دیگه این رو متاسفانه به دار آویخته و به قتل رسانده است ما اینجا عکس دوستان گرامی از ایشان ما عکسی است که جیران زنده بودنش هست یک عکس دیگه هم برای ما فرستاده بودن از حالتی که او فوت کرده یعنی در تابوت هستن که اوش بدل رزی که کمی تکان دهنده هست من اینجا نماندم و یادم ای متاسفانه این گونه به شهادت رسیده منابع در گفتگو با سنترال افغانستان میگه که این آدم هیچ گونه ارتباطی با کدام جیران مخالف طالبان نداشتن ظاهرا تنها اتهامی را که میتونستن طالبان به وارد بکنه این هست که تو از قوم تاجیک هستی و این منابع میگه با توجه به اینکه طالبا در کابل شمار زیادی از جوانان تاجیک را خصوصا اگر با پیشینه نظامی بوده بازداشت میکنه و به قتل میرسانه احتمالا تنها دلیلی که طالبای را گرفته باشه هم همین هست اما گروه طالبا تا به حال در این مورد چیزی نگفته این منابع میگه که خانواده و دوستان جگرن زبیر میگه که این خبر متاسفانه هیچ جای نشر نشده و رسانه‌ای را پوشش نداده در حالی که این گونه یک جفای در حقشان شده و اونا اضافه میکنه که روزانه خیلی زیاد از نیروهای امنیتی حکومت پیشین اینگونه در خفا توسط طالبا به قتل میرسه و هیچ کسی حتی متاسفانه نام از اونا نمیگیره و این خبرشان در هیچ جای هم نشر نمیشه